و سلام به همه عزیزانی که تشریف آوردن و تشکر مجدد و همیشگی از سازمان پند برای برنامه های مفید ارزشمندی که برای جامعه ایرانی و فارسی زبان ها همیشه فراهم میکنن. با یک جلسه دیگه از سری جلسات مهندسی قانونی برای خریداران ملک و مالکین در خدمتون هستیم. من مری اکبری هستم، مشاور املاک از مؤسسه رویال لوپش تیم ریالتی. در خدمت آقای مهندس امیر شاهرودی هستیم با موضوع نحوه مواجهه با آیستامینگ و آسیب‌های ناشی از اون. همطور که امروز دیدیم رسما زمستون اتاوا خودشو برای امسال به ما نشون داد. تا الان یکم حالت بهاری داشتیم ولی امروز با این موضوع که شروع کردیم اولا برف و یخ سنگین رو هم دیدیم و با توجه به موقعیت آب و هوایی که ما توی شهرمون اتاوا داریم ممکنه که این حجم برف و یخ آسیبای قابل توجهی به پراپرتی ما بزنه. با توضیحات آقای شاهرودی همراه میشیم و از تخصصشون استفاده میکنیم که ایشالله ما راهنمایی بکنن که ما در مواجهه با این برف و یخ چه باید بکنیم توی اتاوا. بفرمایید آقای شاهرودی. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان که تشریف آوردن و همینطور تشکر میکنم از پند برای فرصتی که در اختیار من و خانم اکبری دادن. ممنون خانم اکبری برای معرفیشون. من مثل همیشه اول اسکرینم رو شیر میکنم با عزیزان بتونیم در خدمتشون باشیم، بعد در میارم و از شیر در میارم و دیگه توی پرسش پاسخ در خدمت دوست عزیز. خانم اکبری شما اگه به من فقط بفرمایید که اسکرین منو میبینیم. بله میبینی کامل؟ بله اوکی عالی. خب بسیار عالی. من امیر شاهرودی هستم، اسم چانستانی احمد شاهرودی هستم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترام توی مهندسی عمران هستش و مهندس قانونی و دادرس دعاوی ساخت و ساز در استان اونتاریو هستم. امروز به صورت خیلی اجمالی سعی میکنیم راجع به آیس دامینگ صحبت بکنیم، یه فرایندی که توی ساختمون‌های مسکونی و حتی ساختمون‌های غیر مسکونی هم بسیار اتفاق میفته، خیلی توی کانادا متداوله. و آیس دامینگ و معادل فارسیشو کسی میتونه چیزی پیشنهاد بده؟ من نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. در واقع لغویش میشه سد یخی، درسته؟ آره تحت لفظی این میشه، ولی حالا من امروز باهم ریویو بکنی. بعد فقط دوست داشتم ببینم دوستانی که حالا تشریف آوردن تو جلسه اگر کسی براش یه کلمه فارسی خوب میتونه پیشنهاد بده اینو با هم به اشتراک بذاریم، چون من توی دیکشنری مهندسی عمران هم نگاه کردم نداشتیم. قندیل نمیشه؟ قندیل ببینیم حالا جان؟ قندیل فکر کنم قندیل میگن. قندیل آره، ولی اون جلوشت میشه قندیل. حالا بذاریم الان آیس دامینگ رو با هم ریویو بکنیم، بعد قندیل بعد نیست، ولی حالا ببینیم چه دیگه هم پیشنهاد میتونیم. قندیل واسه خودش آیسیکل یه واژه جداگونه داره. آره قندیل دقیقا آیسیکل میشه، یه بخش از آیس دامینگه. حالا الان با هم صحبت میکنیم. توی اینترنت هم آیس دام اومده هم آیسیکل، هر دوتا رو میتونیم برای این ببینیم. من داشتم سرچ میکردم، آیسیکل و آیس دام هر دو به کار رفته. بله ولی واسه آیس دام ببینیم معادل فارسیش مثلا چی میشه. حالا خواهش میکنم دوستان پس ذهنشون داشته باشن به قول معروف، حالا بعد از این که میگیم تو پرسش و پاسخ با هم دیسکاشنی خواهیم داشت، اگه نظری داشتین بفرمایید من دوستان بدونم. ممنون. خب به صورت مقدمه، همونطور که دوستان احتمالاً ریسرچ کردن آشنا شدن، آیس دامینگ فرایندیه که توی لبه سقف ما در واقع یه سد یخی ایجاد میشه، بعضی وقتا همراه با قندیل هستش همینجوری که الان سرکار خانم فرمودن، بعضی وقتا همراه با قندیل نیستش و اونایی همراه با قندیل نیست خب طبیعتا تشخیصش مقداری سخت‌تره. این به واقع آیس دامینگ، یعنی در بالای سقف ما برف داریم یا اصلا هیچی نداریم، ولی در لبه دور سقف اونجایی که سافت هستش، در واقع ما آناتومی سقف رو تو جلسات قبلا یه راجعش صحبت کردیم، اونجایی که سافت هستش ما در واقع سد یخی تشکیل میشه که بعضی وقتا روش پوشش برفی هست مثل تصویر سمت چپ، یه وقتای پوشش برفی هم روش نیست دیگه مثل بعضی از سقف‌های
سمت عکس سمت راست. علت اصلی که این فرایند اتفاق میفته اختلاف دماست، یعنی یه بخشی از سقف که بخش بالای سقف به سمت تاج سقف گرمه، بقیه سقف اون لبه اوورهنگی سقف سرده. یعنی وقتی این اتفاق بیفته آیستمینگ اتفاق میفته. مکانیزم تشکیلش اینه که ما در واقع دو تا اختلاف دما داریم. بخش اوورهنگ خب طبیعیه که سرد باشه به خاطر بخشیه که از ساختمون در واقع جدا شده، روی صافته، روی ناودونه، خب سرده. بنابراین ما بایستی اون ور سقفمون گرم نشه. این همینجا یه نکته خیلی مهمی رو من اشاره کنم. بعضی دوستان حالا من اکبری هم احتمالا من رو میدونن که تشریف میبرن یه ساختمونی رو ببینن بخرن، حالا به هر دلیلی چشون به سقف میفته و از اینکه سقفشون گرمه روش برفی نیست خوشحال میشن. این اتفاق خیلی بده. سقف باید گرم نباشه توی زمستون. حالا بیشتر راجع بهش صحبت میکنم. ولی پس علت ایجاد شدن این موزل اختلاف دما روی سقف خونه هستش. عامل اصلی این اختلاف دما گرمایی که از درون خونه میادش به سمت سقف. آفتاب نیست مثلا، چون آفتاب اگه باشه تمام سقف به صورت تقریبا یونیفرم گرم میکنه. ولی عامل اصلی که آیس دمینگ اتفاق میفته اینه که از گرمایی که شما توی خونه توی زمستون دارین استفاده میکنین لیک میکنه میاد و بخشی از سقف که بالا سر خونه شماست، اون اوورهنگ بالا سر خونه شما نیست واسه همین سرد میمونه، ولی اون بخشی که بالا سر خونه شماست رو گرم میکنه و این گرما باعث میشه که اون بخشی از برف که اونجاست آب شه بیاد پایین و به محضی که میرسه به اوورهنگ که سرده، بالا اوورهنگ رو توی ایرانی توی فارسی میگفتن گوشواره یا بعضی وقتا میگفتن دامنی سقف، اصطلاح کارگریش دامنی بود ولی تو اصطلاح مهندسی میگفتن گوشواره. وقتی در واقع اون برف آب میشه میاد پایین میرسه اوورهنگ، اونجا چون اوورهنگ سرده دوباره یخ میزنه و اونجا تجمع میکنه. این فرایند مرتب اتفاق میفته، برف بالای تاج صفحه آب میشه میاد پایین به اون منطقه یخ زده که الان تو این تصویر سمت راست هستش، اون آیستم میرسه، هی اون پشت تجمع پیدا میکنه، هی یخ میزنه، هی سایز آیستم شما بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه و به جایی میرسه که دیگه آب نمیتونه وارد ناودون بشه، نمیتونه حتی سرریز بکنه بالای آیستم و هی اون پشت تجمع پیدا میکنه. این در واقع نحوه ایجاد آیستمه که امیدوارم دوستان این بخش متوجه شده باشن. حالا آیستم چه اشکالی داره؟ آیستم باعث تخریب میشه، باعث آسیب رسوندن به ساختمون میشه به چند صورت. اولا کلن آیستم چیز خوبی نیستش به خاطر اینکه همونطور که گفتم باعث میشه یه حجمی از آب و یخ تجمع کنن پشت یه توده‌ای از یخ و برف. این تجمع همیشه توی ساختمون تجمع آب بده. ما همیشه میگیم که تجمع آب توی ساختمون به غیر از توی جاهایی که آب بند شده مثل استخر یا وان حموم یا مثل سینک موقت تجمع میکنه باعث تخریب میشه. توی آیستمینگ دو جور ما معمولا تخریب داریم. تخریب عمده رو من الان میگم. یکی تخریب داخلیه، وقتی که آب برای مدت طولانی پشت این سد یخی تجمع میکنه راه خودش رو پیدا میکنه به سمت داخل خونه شما، حالا از لای شینگل ها معمولا عبور میکنه میاد داخل، بعضی وقتا از نمای ساختمون وارد میشه. ما ماکرو کرک هایی داریم توی نمای ساختمون، توی ناودون، توی محل اتصال، اینا که آب راحت راهش رو پیدا میکنه و میاد. در حالت عادی توی تابستون، توی بهار که عزم میخوام توی بهار یا توی پاییز که بارندگی داریم آب سریع میاد عبور میکنه، خیلی این نفوذ اتفاق نمیفته. ولی توی زمستون که آیستم داریم این حوضچه آبی که پشت این سد تشکیل میشه زمان خوبی داره که از این ماکرو کرک ها از درز بین شینگل ها و غیره وارد بشه. خیلی از سقف های خونه های قدیمی واتر پروف نیستش. الان خیلی سقف ها رو واتر پروف میکنن ولی خیلی از سقف ها واتر پروف نیستش، یا حتی اگر باشه در اثر گذر زمان یا عبور بعضی میخ ها و عوامل اتصالی واتر پروفینگش آسیب دیده. واسه همین اگر چنین حوضچه آبی تشکیل بشه آب میتونه وارد خونه بشه و طبیعتاً عزیزان میدونم ما قبلا راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم، وقتی آب وارد بشه قضیه مولدینگ اتفاق میفته و کپک زدن و قارچ زدن ساختمون اتفاق میفته.
دوستان به این نکته همینجا توجه بکنن، خیلی عاد من اینو سوال میکنن که کدوم مولد آیسدنینگه، کدوم مولد رطوبت و غیره و زالکه. مولد آیسدنینگ لبه های سقف اتفاق میفته، این عکسی که شما میبینید، اگر وسط سقف خونه بالای پذیرایی یا دیوارهای اتاق خواب جاهای دیگه که به لبه دور ساختمون ارتباطی نداره مولد بزنه، اون از یه چیز دیگه است، اونو باید بررسی بشه، یه مهندس قانونی باید بیاد و بررسی بکنه، حالا یا سقف رو باز بکنه یا سقف رو باز نکنه با تستای غیر مخرب. ولی آیس دامینگ، مولدینگ آیس دامینگ توی محیط اطراف دیوارهای محیطی ساختمون اتفاق میفته، این عکسی که اینجا نشون دادم. تخریب دیگه‌ای که آیس دامینگ میکنه تخریب خارجیه، شینگل آسیب میرسونه بهش چون مدت زمان زیادی به آب اکسپوز میشه، سافت رو آسیب میرسونه، خلاصه انولوپ خارجی ساختمون رو بهش آسیب میرسونه. خب اینم یکی دیگه از انواع آسیب‌هایی که آیس دامینگ میرسونه. اینا تازه آسیب‌های خطرناکی نیست، آسیب‌های پرهزینه هست، ولی آسیب‌های خطرناکی میتونه الزاماً نباشه. البته مولد میتونه باشه در دراز مدت، مشکل تنفسی و بهداشتی ایجاد کنه، ولی آسیبی که ما رو خیلی نگران میکنه خیلی وقتا آسیب‌های سازه‌ایه. آیس دامینگ میتونه سازه شما رو بهش آسیب برسونه، به این صورت که در دراز مدت سازه سقف رو دچار خوردگی بکنه، راتینگ بکنه، کپک زدن بکنه، مثل این تصویری که میبینید، و این باعث بشه که مقاومت سازه‌ای شما کم 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 میشه و ما حتی کلپس سقف هم داشتیم، چون خود آیس دامینگ یه بار نقطه‌ای زیادیه که وارد میشه به سقف، طراح معمولا برای اون سقف رو طراحی نکرده. اگر یه مدت زمان کوتاه باشه شاید سقف بتونه تحمل کنه به واسطه ضرایب اطمینانی که تو طراحی معمولا طراح میبینه، اما اگر المان‌های سقفی کپاسیتی خودشون رو از دست داده باشن به واسطه مثلا همین کپک زدن و قارچ زدن، این بار اضافه هم شما بزنید روش، کلپس سقف اتفاق میفته، چیزی که ما کیسش رو خودم شخصا داشتم. حالا خیلی کوتاه من بیام بگم چجوری ما میتونیم با آیس دامینگ رو باهاش مواجه بشیم و فیکسش کنیم و بعد بریم توی پرسش و پاسخ، چون ما خواستیم این جلسه خیلی فنی طولانی نباشه و بیشتر به پرسش و پاسخ وارد بشیم و کیسای که دوستان دیدن باهاش مواجه شدن راجع بهش صحبت بکنیم. اولین نکته که مهمه اینه که شما اینوستیگیت بکنید تا بفهمید اصلا آیس دامینگ دارید یا ندارید. الزاما هر موقع قندیل بسته بشه آیس دامینگ نیست. بعضی وقتا یه گوشه سقف ممکنه این اتفاق بیفته، آب وارد ناودون نشه، از روی ناودون در واقع شیرجه بزنه بیاد پایین و قندیل شکل بگیره، الزاماً آیس دامینگ نیستش. بنابراین همیشه دنبال قندیل نباشین، قندیل علامت متداول هست ولی همیشه به این معنی آیس دامینگ نیستش. معمولا شما آیس دامینگ رو میتونید ببینید، اگر برید توی حیاط به سقفتون نگاه کنید میتونید ببینید که یه توده جلوی سقف شما توی اون بحث اون بخش گوشواره سقف که اشاره کردم اونجا تشکیل شده و بالا سر سقف میبینید خشکه، پایین اونجا میبینید برف تجمع کرده، یخ تجمع کرده. یکی دیگه از علائمش اینه که سقف شما زود خشک بشه. این الان عکسیه که من خودم گرفتم اونجا گوشتم که عزیزان ببینن. شما اون دوتا خونه رو اگه اون تر دقت کنید میبینید که خونه های دست راستی سقفشون قشنگ برف داره، ولی خونه سمت چپی سقفش خشکه، برفی روش نمونده. این سقف سقفیه که احتمال زیاد آیس دامینگ توش اتفاق میفته اگر حجم بارندگی زیاد باشه. من این عکس رو وقتی گرفتم که حجم بارندگی برف کم بود توی اتاقا، ولی وقتی زیاد بشه آیس دامینگ اتفاق میفته. چرا؟ چون میبینید که همون مکانیزمی که با هم صحبت کردیم اولش داره تو این سقف اتفاق میفته، خیلی سریع سقف داره آب میشه، برف روش آب میکنه، در صورتی که سقفای دیگه محله تو همون ساید ضلع جنوبی که الان همه اینا دارن به سمت جنوبی نگاه میکنن، این سقفا میبینه روشون برف مونده، ولی این خونه سمت چپی برفش به سرعت آب میشه. خب معلومه که این سقف گرمه و وقتی گرم باشه همون اتفاق میفته، برف آب میشه میاد سمت اوورهنگ، اوورهنگ سرد یخ میزنه. همین الان هم اگر شما سمت چپ خونه سمت چپی رو نگاه کنید تو این تصویر میبینید که روی اوورهنگش برف مونده، آب نشده، ولی بالای سرش تاج سقف آب شده. خب این در چند بار دیگه این سیکل اتفاق میفته، یواش یواش آیس دامینگ اتفاق میفته.
پس بنابراین از دوستان خواهش میکنم که تشریف ببرن تو حیاتشون اگر خونه‌های مسکونی دارن و میتونن ببینن، نگاه کنن سقفشون و با همسایه‌ها مقایسه کنن. اگر دیدن که سقفشون خیلی سریع داره آب میشه، بقیه برف دارن، این دوستان ندارن، یه علامتیه که سقف شما گرمه و احتمال آیستمینگ داره. فقط دقت کنید که وقتی مقایسه میکنی شیب سقفاتون باید یکی باشه. بعضی سقف‌ها شیبشون طراح شدیدتر طراحی کرده، شیب بیشتری دارن، خب اونا طبیعتا برف رو زودتر هدر میدن پایین. اینو مقایسه نکنید. اگر دیدید سقفتون مثلا زیر شیروانی دارید و تو اتیکتون مسکونیه و شیب سقفتون زیاده، خب انتظار داشته باشین برف زودتر بیاد پایین. اشتباه نکنید، فکر نکنید گرم سقفتون الزامن. در واقع باید با سقف مشابه خودتون از نظر هندسه مقایسه بکنید. خب اگر یه وقتی خدای نکرده آیستمینگ بود چه باید کرد؟ ساده ترین راه اینه که برف رو ریموف بکنید. اگر میبینید سقفتون مشکوکه به آیستمینگ، سقف رو ریموف بکنید. ولی برف رو ریموف بکنید. ولی حتماً از پروفشنال ها تقاضا کنید این کارو بکنن براتون. خیلی از دوستان از این برف روبای بلند میگیرن که در واقع میله تلسکوپی داره، از پایین از تو حیات وای میستن شروع میکنن برف رو کشیدن به پایین. اینو بیرون هم میفروشن، تو هوم دیپو هم شاید بفروشن. ولی مشکلی که داره این روش، اگر خودتون اقدام کنید به برف روبی سقف، وقتی برف رو میکشین پایین، خیلی ما دیدیم که ناودون، سافت، چراغایی که به دیواره ساختمون نصب شده، اینا رو آسیب رسوندن و اینا اگه به اینا آسیب برسونن، آسیب های گرونیه، ترمیم کردنشون هزینه بره. روی سقف که اصلا توصیه نمیکنم دوستان برن. اگر شما ترنینگ ورک ات هایتون ندارید و اکویپمنت های مناسب برای اینکه خودتون رو گیر بکنید روی سقف رو ندارید، اصلا نباید روی سقف برید، به خاطر اینکه خیلی حادثه ساز هستش. از شرکت های پروفشنالی هستن که اصلا این کارو میکنن، حرفه‌ای میان سقف شما رو تمیز میکنن. اگر احتمال میدید که سقفتون این مشکل رو داره و میخواید مثلا تابستون حالا برین فیکسش بکنید، فعلا بعد از یه جوری برف از روش میتونید بروبید تا این اتفاق نیفته. بعضی از دوستان قبلا راجع به این موضوع به من گفته بودن که آیس رو سوراخ بکنیم دمو تا آب ازش بیاد بیرون. من دیدم یه کمپانی همین تبلیغ رو میکرد. نه، این اصلا راه درستی نیست. توی آیس دم اگر شکل گرفته به هیچ وجه سوراخ ایجاد نکنید، فایده ای نداره و این عمل باعث میشه که در واقع به سقفتون هم آسیب برسونه به واسطه این دریل کردن هایی که توی دم میان انجام میدن. راش اصلا این نیست. اون دمو اگر شکل گرفت هیچ کاریش نمیشه کرد، نه بزنید بشکنید نه تخریبش بکنید، باید تحمل بکنید تا آب بشه و طبیعتا ممکنه خونه آسیب ببینه. بهترین راش اینه قبل از اینکه دم شکل بگیره، برف روی سقف رو پارو بکنید توسط شرکت هایی که تخصص این کار دارن. این شد راه حل کوتاه مدت، ولی در دراز مدت باید سقفتون رو فیکس بکنید. بهترین راه فیکس کردن سقف هم اینه که ببینیم هیت خونه شما، گرمایی که شما توی خونتون دارید چجوری وارد سقف میشه. نحوه ورودش اینه که گرما میادش توی اتیک، در واقع همون زیر شیروانی، و از اونجا به واسطه تماس که اتیک با سقف شیروانی شما داره، خب این گرما منتقل میشه به سقف شما. بنابراین اگر یه وقتی این مشکل رو داشتید، به صورت لانگ ترم که بخواید اینو فیکسش کنید، باید نذارید گرمای خونه شما وارد اتیک بشه. این گرمایی که شما هزینه دارین براش میکنید، پول گاز و برق دارین میدین، و این اگر وارد اتیک شما بشه، اولا از نظر اقتصادی به صرفه نیست، چون اصلا منطقی نیست. شما اتیک رو برای چی باید گرم بکنید؟ اونجا که مسکونی نیستش، باید اصلا سرد باشه اتفاقا. به علاوه مشکل آیستمینگ ایجاد میکنه. از چه جاهای گرما وارد میشه؟ یکی فیکسچرهای سقف، لامپ و لوستر و داکت های هواکش های آشپزخونه و دستشویی و حموم، اینا جاهایی هستند که اگر دولشون سیل نباشه میتونه که گرمای محیط مسکونی وارد اتیک بشه. خب این خیلی مهمه. معمولا اینا رو دوستانی که کار تنستاد میکنن میارن پایین، چک میکنن دولش، اگه سیل نباشه سیل میکنن، خیلی راحته. یکی دیگه خود در اتیک، خود هچ
که شما میخواید اونجا واردش بشین، اون در هم باید هم روش اینسولیشن داشته باشه، هم دورش سیل باشه. خب طبیعتا سیل 100% نمیشه، چون این در باید قابلیت باز شدن داشته باشه که اگه ما بخوایم بریم توی اتیک اینسپکت کنیم بتونیم بازش کنیم، ولی طبیعتا باید اینقدر سنگین باشه که وقتی میبندیم خودش تا اونجایی که میتونه دور خودش و درز خودش رو سیل بکنه. خب این یکی دیگه از جاهایی که بایستی که فیکس بشه. بعضی خونه ها رو من دیدم که اگزاست فن هاشون، حالا فن آشپزخونه یا فن دستشویی، لولش توی خود اتیک در واقع ترمینیت شده. یعنی چی؟ یعنی در واقع این وقتی میاد بخار و گرمای مثلا حموم شما رو میکشه تو همون اتیک تخلیه میکنه. این به این علت دیگه اون کسی که کارش تاسیسات میکرده نمیخواسته لوله رو بکشه بیاره به سقف و به هوای بیرون وصلش کنه تا این بخار و رطوبت رو بده بیرون، اومده داده توی اتیک. تو خونه قدیمی خیلی وقت من اینو میبینم. خب این چی میشه؟ گرما و رطوبتی که شما توی خونه تولید کردید، حالا به واسطه حموم رفتن، آب گرم، یا به واسطه گرمایی که توی خونه ایجاد کردید، خب این میره توی اتیک، مستقیم توی اتیک و اتیک رو گرم میکنه و در نهایت آیس دمینگ اتفاق میفته. اگر لوله شومینه یا داکتای شما ایزولاسیون نداشته باشن، اینا داغ میشن. شومینه مثلا خیلی گرمه. خب این در واقع کلی گرما رو هم حروم میکنه، هم میده به اتیک و بعدم از اتیک میره به سقف. بنابراین باید اینا اینسولیشن داشته باشن. اگر ندارن در لانگ ترم شما باید اینا رو اینسولیت بکنید. یه متخصص باید وارد اتیک بشه، اینا رو اینسپکت بکنه و اینسولیت بکنه. که خب خیلی هم ساده است. نیوال، اگر شما توی اتیکتون بنا به هر دلیلی یه واحد مسکونی دارید. بعضی وقتا تو خونه‌های قدیمی، مثلا خونه‌هایی که ویکتوریان استایله، خیلی خب سقفشون بلنده، اتیکشون هم بلنده. بعضی وقتا توش یه واحد مسکونی هستش، حالا به عنوان انباری استفرایان یا هر چی، و گرمه. اون دیواراش باید اینسولیتد باشه، وگرنه خب با همون دیوارها که بهشون ما میگیم نیوال، اونا میتونن دوباره گرما رو به اتیک بفرستن، مثلا عکسی که اینجا توی تصویر دارید. پس بنابراین لانگ ترم سولوشن اینه که حفره ها، سوراخ ها، اینا همه ایزوله بشن. فن هایی که توی زیر سقف شیروانیتون دارید، بخش داخلی، حالا توی آشپزخونه هستش یا توی دستشویی و حموم هستش، اینا بایستی حتما تخلیهشون به هوای باز باشه، نه توی اتیک. لوله شومینه و داکت ها باید ایزوله شده باشن و همینطور نیوال. ولی اصلی ترین راه عاملی که گرمای خونه شما به اتیکتون میره، این چنده من قبلش گفتم نیست، بلکه خود سیستم ایزولاسیون اتیک شماست. ببینید دوستان، نمیدونم تشریف آوردن تو اتیکشون یا نه، ولی احتمالاً همه میدونن که کف اتیک شما بایستی ایزولاسیون های حرارتی توش وجود داشته باشه. به این علت که گرما وقتی میرسه به سقف طبقه بالا، طبقه آخر شما، میخواد این گرما از طریق تماس از طریق سقف بره تو اتیک. اگر ما ایزولاسیون خوب نداشته باشیم، این گرما میاد توی اتیک و هم قبض آب و برق شما گاز و برق شما مبلغش میره بالا، تو مرتب یک خونه گرم میکنه و این گرما هدر میشه میره تو اتیک، و همینطور قضیه آیس دمینگ اتفاق میفته، چون اتیک گرم میشه و به تبع اون سقف گرم میشه. خب پس باید ایزولاسیون خیلی خوبی کف اتیک شما خوابیده باشه. اگر دوستان مسئله آیس دمینگ دارن، حتما باید ایزولاسیونشون توسط یه متخصص چک بشه، محاسبه بشه، آر فاکتورش، آر ولیوش محاسبه بشه. اگه کمه، ایزولاسیون اضافه تر روی سقف اتیک بایستی اعمال بشه. حالا میشه از اینهایی که آماده هستش بخرن نصب کنن، یا میتونن اسپری کنن، تزریق کنن. به علاوه حفره هایی که وجود داره بین سقف شما که شما نمیبینید اینو، یعنی سقف داخلی خونه شما طبقه آخر و اتیک، یه جاهایی هستش که اینجا بایستی به صورت مناسب سیل شده باشه. اینو در زمان ساخت خونه انجام میشه، شما عادی نمیبینیدشون، ولی یه متخصص اگر بیاد اینجا رو میتونه ببینه و اونا رو سیل بکنه. من ولی البته دوباره یادآوری کنم، عمده محل فرار حرارت خونه کف اتیکه، همین عکسایی که شما میبینید. بنابراین کف اتیکه شما باید اینسولیشن خوبی داشته باشه. ولی ما توی مهندسی ساختمان میگیم که هر چقدر هم اینسولیشن سقف شما خوب باشه، هر چقدر هم در زمان ساخت و ساز تمام حفره ها و راه های ورود گرما به اتیک بسته شده باشه،
باز یه مقداری گرما حتما وارد اتیک میشه. اینجاست که ونتیلیشن اتیک نقش خودشو میاد ایفا میکنه. سقف هایی که ونتیلیشنشون خوب نباشه، یعنی چرخش هوا توشون خوب نباشه و گرما رو پوش نکنن بیرون، این گرما میمونه. یه بار دیگه تکرار میکنم، همیشه یه مقداری گرما از طریق خونه شما وارد اتیکتون میشه، هر چقدر هم که اینسولیشن تو خوب باشه. بنابراین این گرما باید پوش بشه بیرون، نباید بمونه اونجا، چون بمونه اونجا هم رطوبت میزنه، چون سقف شما الان همینطور این تا تصویر میبینید، سقف شما چوبیه، توش بخش داخلیش گرمه، بخش خارجیش که به در تماس با سرما باد و برف سرده، پس این زیر رطوبت میزنه و مولد میزنه و سقف داغون میشه. پس باید ما این گرمایی که میاد رو پوشش کنیم بیرون. رهوه پوش کردن بیرونش هم همین سوراخ‌هایی که شما توی سافت خونه‌تون می‌بینید. توی همین گوشواره‌ها اطراف خونه شما، اوورهنگ‌ها، می‌بینید که اینا توی سوراخ داره. علتش اینه که هوا رو بکشه و پوش کنه، این هوا بیاد داخل و از سقف شما، تاج سقف شما خارج بشه و با این حرکت و با این چرخش حرارتی هوا، هوای گرمی که توی اتیک شما به هر دلیلی وارد شده رو که همراه با رطوبت هم هست پوش کنه، از سقف بیاره بیرون، از فضای اتیک بیاره بیرون، تا هم فضای اتیک شما خشک بمونه هم خنک بمونه. پس بنابراین یکی ایزولاسیون اتیک خیلی مهمه، یکی ونتیلیشن اتیک. اگر شما مشکل آیس دمینگ داری اینا باید چک بشه. خیلی هم ساده است، متخصص میاد ایزولاسیون رو محاسبه میکنه، اگر کم باشه اعمال میکنه، ونتیلیشن هم یه مهندس قانونی راحت میتونه ببینه، اگر جای ونتیلیشن شما گرفته باشه، آسیب دیده باشه، مشکل داشته باشه، خب ونتیلیشن رو میشه فیکسش کردش. یه نکته هم در آخر بگم، دوستان بعضیا میپرسن که اگر ما به صورت مکانیکی بیایم ونتیلیشن بذاریم، فنای قوی بذاریم، وصل کنیم به برق و این بکشه هوای عتیق ما رو به بیرون، خوبه یا نه؟ 100% بده. ما اصلا توصیه نمی کنیم که مکانیکی بیایم ونتیلیشن تو اتیک نصب کنیم و یه فشار منفی قوی توی اتیک ایجاد بکنیم، چون وقتی شما بیاین یه فن مثل اینی که توی این تصویر من گذاشتم و توی اتیکتون نصب کنید، روشن که بشه یه فشار منفی شدید توی اتیک ایجاد میکنه و این فشار منفی اتفاقا کمک میکنه گرما از تو خونه بیشتر بیاد تو اتیک. اصلا فشار منفی نبایستی توی اتیک ایجاد بشه، باید فشار اتیک بالانس باشه. ونتیلیشنی که خود مهندس طراح طراحی کرده و انتظار داره که از دور خونه، از دور سافت بیاد توی اتیک و پوش کنه هوا رو بیرون، اون کافیه. بیشتر از اون که بشه فشار منفی ایجاد میکنه و در واقع سیکل انتقال گرما رو در واقع تسریع هم میبخشه، نه تنها فیکس نمیکنه که تازه تسریع میده. این هم میشه راه حل دراز مدت ما برای فیکس کردن مسئله آیس دمینگ توی خونه ها، که اگر خونه تو مواجه شده و با آیس دمینگ بعد از اینکه اینسپکشنش انجام دادید، انشاءالله در صورت دراز مدت اینو فیکسش کنید. من سعی کردم خیلی کوتاه راجع به آیس دمینگ، نحوه شناساییش، مکانیزم تخریبیش و راه‌های کوتاه مدت و دراز مدت برای اصلاحش صحبت کنم. بقیه جلسه رو انشاءالله می‌ذاریم به پرسش و پاسخ. من در خدمت عزیزان هستم. من از این حالت خارج می‌کنم و ممنون از حوصله‌ات. ممنون از توضیحات خوبتون، خیلی مفید بود. من یه سوال بپرسم که آیا این بحث آیس دمینگ شامل پوشش بیمه میشه؟ بستگی داره. شما میدونید که توی مثلا فلسفه بیمه به این صورتی که حوادث رو پوشش میده. اگر آیس دمینگ ما ناشی از یه حادثه باشه، بله، ولی اگه یه چیز دراز مدتی باشه که داره اتفاق میفته، مدت هاست داره اتفاق میفته، مهندس قانونی بیاد میده، ما میتونیم از علائمی که وجود داره بفهمیم که این آیس دمینگ فرآیندی که امسال اتفاق افتاده، حالا به هر دلیلی، یا نه یه چیزی که سالیان سال این ساختمون باهاش مواجهه و امسال تخریبش شدید شده و کلیم بیمه اومده، نه در این حالت پوشش داده نمیشه. ولی اگر یه چیزی باشه که حادثه باشه، بله پوشش داده میشه. ولی معمولا آیس دمینگ چیزی نیست که راید وی همین الان مثل مثلا سقوط درخت روی ساختمون باشه، بلکه یه چیز دراز مدته و معمولا پوششش داده نمیشه. خیلی عالی. حالا از منظر یک خریداری که دنبال مثلا خریدن خونه هست، ما اگه تو زمستون باشه که خب با
طبق اون چیزایی که شما فرمودین یه شواهدی وجود داره که ما متوجه میشیم این داستانو. ولی اگر خرید توی تابستون انجام بشه چجوری میشه؟ چه شواهدی ممکنه نشون دهنده این مشکل باشه؟ توی تابستون اگر ما بخوام ببینیم که احتمالا این ساختمون آیس دامینگ داشته یا نداشته، یه مقداری چشم متخصص تر میخوادش. یه وقت این مولده، شما اگر دیوارهای جانبی ساختمون مولد زده باشه، خب این که خیلی علامه متداوله، ولی معمولا وقتی فروشنده خونش برای فروش گذاشته حداقل نقاشی کرده، ممکن مولد دیده نشه. اینجاست که بایستی یه اینسپکتور مناسب حتما وارد اتیک بشه. من خیلی وقتا میدم این اینسپکتور ها وارد اتیک نمیشن، فقط سرشون رو میکنن، فقط دقیقا من آره. باز میکنن و یه ویدیویی و یه فیلمی میگیرن و دقیقا به ندرت میاد که وارد اتیک بشن. این اصلا به ما کمک نمیکنه. چشم از هچ اتیک اگه سرشو بکنه بازرس اون تو اصلا نمیتونه ببینه، بلکه بایستی بره تو، حتی بعضی وقتا بعد یه مقداری بخوابه سینه خیز بشه تا بتونه به لبه های سخت، اونجا شیب سخت میاد پایین، آدم نمیتونه راحت بره اون زیر، بعد یه مقداری سینه خیز بره جلو و بره اونجا ببینه که آیا علائم آیس دامینگ و نفوذ دراز مدت آبی المان های سازه‌ای سخت بوده یا نبوده، و همینطور بر روی سقف هم بره و وضعیت شینگل ها رو ببینه. اگه کلا شینگل ها آسیب دیده اوکی، ولی اگر لبه سقف شینگل هاش آسیب دیده ولی تاج سقف وضعیت بهتری داره، این مشکوک میکنه ما رو که احتمال روی زمستون دوباره آیس دامینگ اتفاق میفته. و بعدم اینسولیشن سقف تو اتیک رو ببینه، اگر سقف اینسولیشن مناسبی نداشته باشه یا المان های فلزی توی اتیک زنگ زده باشن، مثل میخای شینگل ها، اینا اگه زنگ زده باشن، چون نباید زنگ بزنه، اگه زنگ بزنه یعنی اینکه اونجا رطوبت داره. چرا رطوبت داره؟ اینه که رطوبت خونه اومده رفته اون تو. چرا مونده؟ چرا اومده به آب تبدیل شده؟ چون اتیک سرد بوده، این میخا چون تشون به سقف و سرده قندیل میبنده، سرد میشه، رطوبت رو به قندیل تبدیل میکنه و زنگ میزنه. این فرآیند خیلی اتفاق میفته. ما میبینیم توی اتیک، میبینیم که تو زمستون میبینیم به میخا قندیل بسته، تو دابستون میبینیم میخای زنگ زده. نشون میده این سقف مشکل ونتیلیشن داره، گرما رطوبت میادشون تو، این فرآیند اتفاق میفته. بایستی بره توی اتیک اینسپکتور و به این علائم با دقت نگاه بکنه. بسیار عالی. پس در واقع شواهدش رو تو تابستون هم میشه دید با یه بازرسی درست داخل اتیک. 100% 100% اینسپکشن خوبی باید تو اتیک انجام بده. بسیار عالی. بعد این وزن برف و یخی که روی در واقع این شینگلا میاد، آیا میتونه از نظر سازه‌ای هم مشکلی ایجاد بکنه؟ معمولا سقف برای بار برف، یعنی حتما معمولا که سقف برای بار برف طراحی میشه و معمولا بار برف از اطلاعات آماری هواشناسی اون منطقه معمولا یه ضریب خیلی بالایی رو در نظر میگیرن، به علاوه که تازه چند تا ضریب فاکتور سیفتی هم طراح میادش لحاظ میکنه. واسه همین معمولا من اینکه آیس دامینگ زیاد باشه، معمولا اینکه به ریزش سقف منتهی بشه تو سال اول نه نمیشه، ولی در دراز مدت وقتی که سقف المانای سقف شروع کنن به آسیب دیدن به واسطه نفوذ مکرر آب، چه حالا المانای چوبی چه المانای فلزی، طبیعتا مقاومت سقف کم میشه و در نهایت هم بله تجمع برف و همونطور که گفتم حضور بار نقطه‌ای توی گوشه هایی از سقف به کلپس سقف هم منتهی شده که من کیسشو داشتم. بسیار عالی. دوستان سوال مطرح کردن، فکر کنم خانم مونا میخوان اگه اسپیکرشون رو باز کنن سوالی رو میخوان مطرح کنن. بله، خیلی متشکرم از توضیحات عالی که دادین، خیلی از نقاط ابهامو برای ما روشن کرد. قبلش باید سلام عرض می‌کردم خدمتتون که حالا در زمینه اون پیشنهادی که فرمودید راجبش فکر کنیم در مورد آیس دامی که فارسیش چی میشه، من فکر میکنم تله یخی با توجه به توضیحاتی هم که شما دادین، یعنی که یه جور تله است دیگه، یعنی به دام میندازه آبو که این مشکلات رو ایجاد میکنه. این نظر منه، تله یخی. بعد سوال جانم، من یادداشت کردمش، جالب بود. بله، تله یخی فکر میکنم منظور رو برسونه. بعد یه چند تا سوال از حضورتون دارم. یکی این که فرمودید که
خونه هایی که مشابه هم باشن از نظر شیب و به یک سمت، یعنی از نظر مثلا جغرافیایی به یک سمت رو به یک به اصطلاح جنوب یا شمال باشن، اون پشتمونشون رو نگاه کنیم ببینیم که آیا تفاوتی داره یا نه. اگر همه این هم باشه، آیا این دلیلی میشه که اینا مثلا ممکنه همشون در واقع آیستم داشته باشن دیگه؟ درسته، یعنی خیلی نمیشه به این کرایتریا اعتماد کرد، درسته؟ ببینید اگر همه سقف‌های مثلا یک کوچه همه خشک شده باشن، حالا اینکه شانس این که چانس این که همه اون سقف‌ها مشکل ونتیلیشن داشته باشن و همشون گرمن یه خورده کمه، ولی بله میتونه باشه، میتونه همشون مشکل داشته باشن. ولی بیشتر من این ایندیکیتور رو واسه این زمانی گفتم که شما مثلا سقف خونه شما خشکه، برفش آب شده، ولی همسایه ها که تو همون محله هستن همون وضعش باد رو تحمل میکنن و جغرافیای هندسه سقفشون شبیه هندسه سقف شماست، کماکان برف روشون هست. این میتونه شما رو مشکوک بکنه که ممکنه که گرما داره میاد تو عتیق و سقف شما گرمتر از اونیه که باید باشه. بله بله درست. بعد یه سوال دیگه دارم از حضورتون که خونه هایی که سه طبقه هستن، یه سری خونه ها هستن که حالا احتمالا شما هم دیدید که سه طبقه هستن، بیسمنت ندارن و ارتفاعشون از خونه های دیگه مثل بانگالو و خونه های سینگل دیگه میبینیم بیشتره، آیا احتمال این که توی عتیق این خونه ها همونقدر گرم بشه کمتر نیست از خونه هایی که ارتفاع بیشتری، یعنی کمتری از این خونه ها دارن؟ آیا ارتفاع تاثیر داره تو میزان گرم شدن عتیق؟ ببینید نه، عامل اصلی که تاثیر داره تو میزان گرم شدن عتیق گرمایش خونه است. شما دمای خونه‌تون رو چقدر می‌ذارید؟ یکم وضعیت عایق بندی عتیق شماست. چون ما تو محاسبه که می‌کنیم که ببینیم که ونتیلیشن چجوریه، می‌ریم مساحت سقف زیر عتیق رو حساب می‌کنیم. مساحت کمتر، عتیق کمتر، ونتیلیشن کمتر، ولی در مقابل هیت کمتر. در واقع مساحت سقف شما تأثیر گذاره. اینکه اون سقف در چه ارتفاعی قرار گرفته، نه به اون شکل تأثیر گذار نیستش. آها خیلی مناسبه. بیلدینگ کد ارتفاع سقف رو نمیاد ببینه، بلکه مساحت زیر سقف رو میاد ببینه. آها نکته خیلی جالبی بود. بعد این در واقع سوال بعدی منم به همین نکته که فرمودین مربوط میشه. آیا دمای خونه، اینکه چقدر نگه داریم دمای خونه رو، خیلی تاثیر داره توی اینکه این آیستمی اتفاق بیفته؟ مثلا اگه دما رو در حد 18 درجه نگه داریم و خودمون بیشتر لباس بپوشیم، آیا تغییر ایجاد میکنه یا نه اصلا فرقی نمیکنه؟ ببین طبیعتا هر چقدر که دمای خونه شما پایین تر باشه، لیک حرارتی هم که انجام میشه گرماش کمتره و به تبع اون وقت اون یه مقداری هم توی عتیق و آخر از بین میره حرارت و اونی که منتقل میشه به سقف شما دوباره دماش میاد پایین تر. این خب یه طبیعتا یه رابطه منطقی بینش برقرار هستش، ولی عامل اصلی ریسرچ نشون داده که گرمای دمای خونه نیست، بلکه ایزولاسیون خود عتیقه. شما دمای خونه چند درجه بیشتر نمیتونید بالا پایین کنید، خیلی جای بازی ندارید، ولی ایزولاسیون عتیق خیلی تاثیر داره. اگه وقت تشریف ببرید تو عتیق، این عتیقتون خیلی سرده، یعنی اختلاف دماش با خونه شما یکی دو درجه نیست که با بازی کردن با یکی دو درجه روی ترموستات بتونیم فیکسش کنیم، بیشتر از این حرف هست. در واقع سیگنیفیکنتلی تاثیر نمیذاره که این کار این روش تاثیر داره، ولی تاثیر خیلی زیاد و مشهودی نداره. ایزولاسیون عتیقه که عامل اصلیه. بله. بعد اون سافت ها یا سوراخ هایی که فرمودید در حاشیه یه سقف قرار داره یا تو قسمت گوشواره، اگر که اون سافت ها خودشون یا در واقع یه عاملی باشن، من رفتم توی عتیق و دیدم که مثلا به نظر میاد که توی این سافت یه اتفاقی میفته که باد میزنه و برف رو از این سافت ها میاره پوش میکنه به داخل عتیق و همون برفی که پوش شده به داخل عتیق، همون در اون مناطقی که لاج میشه همون برف آب میشه و تبدیل میشه به، یعنی برف مشاهده شده در داخل عتیق، آیا با این چی کار میشه کرد که از برف باد زدن به داخل عتیق جلوگیری بشه؟ اینی که فرمودید کیس واقعی یا کیس خیالیه؟ یعنی اگر اتفاق افتاد چه کنید؟ نه اتفاق افتاده، یعنی سقف خونه من مثلا فرض کنید تو نقاطی که وسط مرکز بوده حالت دایره شکل قهوه‌ای میشد و خب رفتم توی عتیق و دیدم که در واقع اون مناطق برفه، برف قرار گرفته و باد زده، فکر میکنم از این سافت ها که آورده در داخل. من خیلی بعید میدونم از سافت شما برف اومده باشه تو، به این علت که اول سوراخ های سافت خیلی کوچیکه، دوما برف خب به طبیعتا
گرانشی از بالا به پایین میاد، باید هوا بزنه از پایین به بالا وارد سافت کنه و بعد بندازه وسط سقف شما. من این موضوع اگر شما برف دیدید بالا سرش و اطرافش نیا کنید، شاید سقفتون سوراخ داره یا ونت دارین، از ونت داره وارد میشه. حالا ونت خود سقفه، بعضی سقف ها ورودی هوا که از سافته خروجیش یا از تاجه که شما نمیبینید زیر تاج ونت باشه، یا بعضی وقتا ونت هایی هستش که میبینید مثل لوله است، هیچ سرتری هم نداره، تاش بازه که هوا پوش کنه از اون بیاد بیرون. اگر اون کلاهکش افتاده باشه که بعضی وقتا میفته، خب توش برف میاد پایین، تو هم ونت میاد و میز کف عتیق شما و طبیعتا همجوری شما فرمودید آب میشه میاد سقف درایوال سقف و چیز میاد. ولی اینکه تو سافت وارد چه، هم باید خیلی باد شدیدی بیاد که این برفی که داره همزمان همون موقع میاد و که خیلی بعیده پوش کنه توی سافت، تو سوراخ‌ها رد کنه، حالا از این سوراخ‌های کوچیک هم رد بشه تازه بلورهای برف و بعد تازه پرتابش کنه به وسط سقف شما و بمونه اونجا آب شه. من ندیدم تا حالا ازشو بخواین از سافت برف اینجوری پرتابی بیادش داخل. آها، پس در واقع دلیلشون ونت است که ممکنه بالایی بالا سرشو نگاه کنین. اگر سقفتون سوراخ نداره، وقتی ممکنه سقف سوراخ داشته باشه، شینگل آسیب دیده، باد خورده، پرواز کرده، سقف سوراخ شده برای هر دلیلی، ما زیاد کیس داشتیم، یا ونت بالا سرش کلاهکش افتاده. ببینیم بالا سر اونجایی که شما برف دیدین چه خبره، از سافت نمیتونه باشه احتمالاً. اون ونت که فرمایید ارتفاعش باید چقدر باشه؟ باید خیلی بلند باشه؟ یعنی استانداردش ونت بلنده یا؟ بله، استانداردش انقدر بلنده که اگه برف بیاد خفه نشه، اصطلاحاً زیر برف مدفون نشه. بله. بعد اگر میشه ببخشید خانم حسینی، من فقط می‌خواستم خواهش کنم اگر هر کدوم از دوستان فقط یک سوال بکنن، چون دوستان دیگه سوالاش رو نوشتن و منتظرن بقیه بپرسن، بعد دوباره شما اگه لطف کنید سوالتون رو بپرسید. باشه چشم، من یه سه تا سوال دیگه دارم. خب بله، چون دوستان دیگه هم منتظرن. بله، من فقط قبل اینکه به این سوالای بقیه دوستان، یه نکته به خانم اکبری سوالی کردم، من بپرسم راجع به بیمه. بله، پالیسی بیمه هم مهمه، بیمه با بیمه فرق می‌کنه. یعنی عزیزان به این چیزی ما گفتیم اکتفا نکنن، پالیسی بیمه‌شون رو باید ببینن یا بروکرج بیمه‌شون بپرسن ببینن چه پوشش‌هایی میده. شاید واسه بعضی از دوستان این پوششو داشته باشه، من کلی نمیتونم بگم. ببخشید در خدمت. خواهش میکنم. خانم سجادی پرسیدن که آیا برای خونه‌های نوساز که از بیلدر بخریم هم مشخص میشه؟ احتمالاً منظورشون بوده که این قضیه آیستمینگی که صحبت کردیم نشونه هاش رو تو تابستون، اگر بتونن سوالشون رو واضح‌تر صداشون رو باز کنن بپرسن خیلی عالی میشه. سلام، بله، خسته نباشین. منظورم دقیقا همینطوره که خودتون فرمودی. سلام، بله، ببینید خانم سجادی، آیستمینگ یه فرایندیه که تو زمستون شما میبینید، توی تابستون اثرش رو میبینید. اگر زمستون خریده باشین، بله احتمالش هستش، احتمالش خیلی بعیده، چون معمولا خونه‌های نو اینسولیشنش خوبه، الان هم کد در واقع اینسولیشن خیلی کلیر توزه، ولی خب ممکنه که بنا به هر دلیل اینسولیشن خوب نباشه. تو زمستون بله میتونه اتفاق افتاده شه، ولی اگه شما تو فصلی میخواین که رو سقف برف نیست یا اون سال زمستون بارندگی کم بوده، این علائم ثانویه‌اش یه خود زمان بره، ممکنه اون سال اول خودشو نشون نده. اگر بازرس وارد سقف بشه، هنوز شینگلا حالشون خوبه، هنوز سازه انقدر رد آب روش نیفتاده که ما ببینیم، هنوز المان‌های فلزی تو سقف زنگ نزدن که ما ببینیم، مثلا ممکن تو سال اول دوم خودشو نشون نده. یه فرآیندی که اثرات جانبیش دراز مدت‌تر از یک سال و یک زمستون ممکنه خودش نشون بده، مثلا یه خود سخت میشه. یه نکته جالب من در مورد بیلدر بگم، یه موردی که خودمون مشاهده کردیم، خونه بود که سازنده مینتو بود، بعد البته ما بعد از چند سال داشتیم می‌خریدیم، بازرس که رفت توی عتیق عکسش رو گرفت برای ما فرستاد، اون قسمتی که بالای ونت در واقع ونت روی سقف قرار گرفته، زیرش باید باز باشه که هوا رو از داخل عتیق خارج بکنه و از ونت خارج بکنه. اون قسمت رو اون کارگری که مسئول برش بود، اون قسمت رو فراموش کرده بود برش بده، یعنی قشنگ یه پلای بود کامل بود، از اون برم به صورت نمایشی ونت روی سقف بود. اینم دوستانی که خونه نو میخرن یه نگاهی توی عتیقشون بندازن ببینن که اون باز شده باشه، اون قسمت چوبی که ارتباط هوایی رو برقرار بکنه. یعنی آقای شما میگین که عتیق بسته بود؟ دقیقاً عتیق بسته بود، فقط اون ونته حالت نمایشی بود. بله، کرده بودن اون چوبه رو ببرن.
بله، حالا یه علائمی هم که دوستان ببینن اینه که دوستان تو کوچه نگاه بکنن سقفاشون رو، معمولا کلاهک ونت و یه خود اطراف ونت نبایستی روش برف باشه و خوش باشه معمولا. اگر ببینید که کلی برف دورش هم برفه، یه خود سوال برانگیزه، چجوری میشه اگه هوا داره دائم 24 ساعته از این میاد بیرون، چجوری تونسته این همه برف روش جمع بشه؟ شاید همونجوری خانم اکبر گفتم ونت کور شده بنا به هر دلیلی. آره اینو نگاه بکنم، معمولا این ونتا باید یه خوده دورش خوش باشه، برف نباشه، آب شده باشه، روش هم همینطور. بسیار عالی، ممنون. آقای رضایی پرسیدن که میشه علائم آیستامینگ تو زمستون رو یه بار دیگه بفرمایید، من دیر وصل شدم. بله، خدمت آقای رضایی عرض کنم که علائمش اینجوریه که قندیل میتونه باشه، دور ساختمون یه جای قندیل زده، ولی قندیل به معنی آیستامینگ همیشه نیست. ولی اگه شما قندیل دیدید یه مقدار تشریف ببرید تا اونجایی که میشه عقب‌تر، سعی کنید بالای سقفتون نگاه کنید ببینید آیا یه در واقع دیواره کوچولویی مثل کرب، مثل جدول از برف و یخ تشکیل شده که پشتش برفه ولی بالاتر سقف که نگاه می‌کنی سمت تاج سقف خشکه، یعنی نشون میده که اونجا داره برف آب میشه میاد پایین، پشت این جدوله، پشت این سده تجمع میکنه. این علائم اولیشه. بعد طبیعتا بایستی که به متخصص بگید بیاد نردبون بذاره بره بالا. همونطوریم گفتم شما اصلا نباید برین بالا چون ترینینگ لازم برای کار توی ارتفاع ندارید، ولی متخصص بیاد نردبون میذاره میره بالا و تایید قطعی میکنه که آیستامینگ داریم یا نداریم. این علائمش از بیرونه. از تو مولد زدن سقف رایج‌ترینه، اونم سقف و دیوار جانبی. این موردی که اصلا خانم حسینی گفتم وسط خونه، نه این ربطی با آیستامینگ نداره، ولی اون دیوارای جانبی اگر بود این میتونه از علائمش باشه. و بعدم رفتن توی اتیک، حالا من مطمئنم شما تو اتیک تشریف ببرید توصیه هم نمی‌کنم برید، به خاطر اینکه هم مشکل تنفسی ممکنه براتون ایجاد بشه، هم اگه پاتون رو جای درست نذاری یا ممکن سقف بشکنه و خدا نکنه تشریف بیارید دوباره طبقه پایین با آسیب ببینید. واسه همین این بحث متخصصه. کاوه جان میخنده. یه مورد داشتیم آها کاوه، این که دارم میگم یکی از همکارای ما هم بوده. نه آخه نه، جالب گفتی که تشریف بیارین طبقه. آخه واقعا همینجوری بود، این دوست ما رفت توی سقف اومد پایین ولی یه پاش بالا گیر کرد، یعنی در واقع پاش بین دوتا تیرچه گیر کرد، بقیهش اومد پایین و آویزون مونده بود اینجا. آره خیلی خطر، حالا چقدرم آسیب دید بماند، ولی آره دیگه این اتفاق ممکنه بیفته. واسه همین توصیه میکنم دوستان نرن توی اتیک خودشون، هم مشکل تنفسی ممکن براشون پیدا بشه چون نمیدونیم نوع اینسولیشن چیه و چه ماسکی بزنیم، هم آره آزبستس باشه یا هر چی باشه ماسک خودشون میخواد. دو این اتفاق پاتون رو جای بد بذارید و تشریف این طبقه پایین خیلی متداوله. خانم منیجه میخواستن سوال بپرسن، لطف کنین صداتون رو باز کنین منیجه جان. بله سلام آقای شاهرودی، نمیدونم به جا میارین، من پارسال به وسیله تلفن و ایمیل خیلی مزاحمت شما و همکار محترمتون شدم آقای حییم. خونه‌ای بود که خریده بودیم که لیک داشت توی اتیکش، این رو اینسپکتور گفت، البته اینسپکتور نردبون گذاشت، فقط یه نگاهی کرد توی اون نرفت، ولی به وسیله دوربینی که انداخت روی سقف و اون دوربین منطقه کل نشون داد آبی شد، گفت که اینجا وته و لیکم رو با همونجور با دوربین با که سرشون هم که اون تو کردن گفتن که لیک اونجاست، که ما البته اون لیک چیز رسمی به همون ندادن که درست شده، من برای همینم مزاحم شما شدم. بعد از اون ما تو نوامبر پارسال اومدیم خونه، من این حالا نمیدونم واقعا آیستامینگ قندیله، ولی دو گوشه تمام جلوی ساختمون هست، منتها دو گوشه به قطری قطوره و انقدر طولانیه، خیلی قطرش زیاده. مثلا من تمام کوچه رو با ماشین رفتیم که ببینیم آیا خونه های دیگه اینجوری هستن، واقعا هیچ خونه ای ندیدم که انقدر قطر این چیز زیاد باشه. که خب این وقتی که آب میشه چون سنگینه، مثلا یه جای شینگلم رو خب ضربه زده دیگه، به خاطر که خیلی نوکش تیز و از بالا خیلی قطوره. من میگم نمیدونم واقعا قندیله، از نظر مولد و اینا نه، مولد چیزی ندیدم، ولی اتاق فوق‌العاده سرده. من نمیدونم مثلا این ممکنه در اثر همون لیکی که اینسپکتور گفته بود یه لیکی هست و اینا گفتن یه ذره قیر گویا زدن، یعنی اصلا ریپیر اساسی نکردن، ممکنه از اونجا هیت در بره فرار کنه که مثلا این باعث بشه، یا اینکه نهایتا من باید چیکار بکنم، کیو باید بگم بیاد مثلا داخل ساختمان رو نگاه کنه؟ شما فکر کنم به من گفته بودی که کارتون همین هست، یعنی میرین توی اتیک و پیگیری میکنین که این مشکل اتیک چیه.
اگر قیر که شما فرمودید زدن، یعنی روی سقف رو زدن دیگه، چون توی عتیقه جایی برای قیر زدن ما نداریم. نه بله، روی سقف رو که روی سقف رو گفت که یه اگزاستد فن بوده و یه ذره قیر زدن همین، ولی خب، حتی رسیده اصلی هم به ما نه که مثلا ساین قشنگی داشته باشه، ایمیلی داشته باشه که من بعد به وکیل گفتم، حتی اون وکیلم گفت که نه همینی که هست میخوای بخوا نخوا. منم خونه اولم بو خودم مثلا وارد نبودم که خب حالا در این مرحله آخر یه مدیدیتور ما نیاز داریم، که اینم خانم رضایی به من گفتم، ولی دیگه دیر شده بود. منتها این من دیگه به خاطر کرونا من حتی با وکیلم نتونستم برم، ولی الان داره سال دومم تموم میشه، من فقط 2 سال وقت دارم که بتونم این رو چیز کنم. اینسپکتور که من دوباره آوردمش، 2 دفعه لطف کردن، اومد دید گفت باید بارون بیاد تا من متوجه بشم. وقتی که بارون اومد دفعه دوم اومد دید گفت فور شور این اینسولیشنی که وت بوده و تو امندمنت اومده که باید صابخونه درست کنه، اصلا اینسولیشن عوض نشده، ولی نمیدونم، اینجوری گفتن، به نظر میاد که شاید اون سوراخ گرفته شده باشه. حالا من نمیدونم واقعا، ولی این آیستم رو ما امسال هم دوباره من چند هفته پیش متوجه شدم، با اینکه نه برفی آنچنان اومده بود نه هیچی، ولی خیلی قطور، میگم دو طرف گوشه ها وحشتناک و بعد سطح های دیگه یه مقدار قندیلا باریکتر و کوچیکتر، ولی اون دو طرف خیلی قطور. حالا من عکساشو گرفتم، اگر شما چیز کنی من براتون ایمیل کنم، نمیدونم ببینین. مثلا من اصلا عرض کنم که اون مسئله ای که نفوذ آب به عتیق شما که ظاهرا اینجوری که شما فرمودید از همون دور ونت بوده که حالا با قیر سعی کردن که در واقع سیلش بکنن، ایشالله که سیل شده باشه، ولی همونطوری که اینسپکتورتون هم گفت و توی امندمنت قراردادتون اومده، باعث اینسولیشنی که به آب اکسپوز شده عوض بشه. حالا قبلی نکرده، شما طبیعتا بایستی بکنید، چون اون اینسولیشن الان میتونه توش باکتری و مول رشد بکنه. همین اینو ما میتونیم به وسیله اسمال کلیم ادعا کنیم، چون این تو امندمنت بوده و صابخونه این کارو انجام نداده، پس بنابراین من باید از طریق دادگاه کورت اسمال چیز کلیم ادعا بکنم این رو، یا مثلا شما میتونید کمکی بکنید، شما مثلا از طریق اینسپکتور تعیین کنی، نمیدونم واقعا یه جوری، من نمیدونم با چه جوری مثلا رو حلش بکنم. حالا اینو میتونید حالا با من بعدا تماس بگیرید، من دقیقاً بهتون راهنماییشو بکنم. ولی اون بحث آیس دامینگ با این فهم کنه، اون لیکیج بوده بزنیمش کنار، حالا یا حل شده یا نشده و بعدا شما دیدم از همون لیکیج هوا نمیره بیرون، اون ربطی نداره. خب ممکنه اگه بره که خوبه. نه ببینیم، برای آیس دامینگ ما هر چقدر هوای عتیقو بریم بیرون بهتره برای ما، اگر لیکیج اون بالای سقف شماست واسه این داستان آیس دامینگ خوبه، برای از اون بعد بده که آب میاد تو از اون لیکیج نباید بیا، ولی آیس دامینگ اگر تو سقف شما اتفاق میفته به اون لیکیج ربطی نداره، بلکه به این ربط داره که گرمای بخش مسکونی خونه شما، یعنی اتاقای زیر سقف شما داره لیک میکنه تو عتیق. بله، اگر آیس دامینگ باشه اینه دلیلش، اون لیکیج نه، اون لیکیج فقط میتونه ورود آب به عتیق شما رو تسریع بکنه. میگم من عکسا رو دارم، اگر لطف کنین من برای شما ایمیل بفرستم، شما میتونید تشخیص بدین که این قندیل هست یا آیستم هست، درست؟ نه توی عکس نمیتونم، طبیعتا بایستی توی عتیق رفت عکس از سقفم گرفتم دیگه، اون ظاهر سقفم هست. نه همونطور که گفتم توی عتیق باید رفت دادی، چون ممکنه که ورود آب به درون سقف از انولوپ ساختمان، نمای ساختمان باشه، شاید دور پنجره باشه، از خیلی جا آب میتونه وارد بشه، الزاماً هم از سقف نیست و معنیش آیس دامینگ نیست، برای رد آب از توی عتیق شروع کرده پیدا کرده. بله مرسی، خیلی ممنون. خواهش خانم حسینی سوالی دارن؟ خانم حسینی جان. بله بله ببخشید من میکروفونم بسته بود الان بازش کردم. بله من 3 تا سوال دیگه دارم از حضورتون اگه اجازه بدین. یه سوال این که فرمودید که عتیق برای سلامتی خطر داره، آیا خونه‌هایی که جدید ساخته شدن، مثلا فرض کنید 15 سال گذشته از ساخته شدنشون، آیا اینا هم در ساختار اینسولیشن عتیقشون آسبست وجود داره؟ یعنی 100% خطرناکه برای این خونه هم رفتن روی عتیق؟ ببینید اصلا خونه جدید و قدیمی نداره، خونه‌های خیلی قدیمی هستن که آسبست ندارن. برای اینکه این جواب پیدا بکنیم باید نمونه گیری بشه و باید تست بشه، آزمایشگاه محیط زیست اینو انجام میده به ما میگه چقدر آزبست داره.
ولی من این نکته رو به دوستان بگم، داشتن آزبست ترس نداره. آزبست وقتی خطرناک میشه که معلق بشه. ممکنه حتی شما تو رنگ خونه، رنگ دیوارتون هم آزبست داشته باشین، شما خبر نداری، ولی اون مشکل نداره، هیچ مشکل تنفسی ایجاد نمیکنه. معمولا وقتی پرواز میکنه معلق میشه است که میشه از طریق سیستم های تنفسی وارد ریه شما بشه، مشکل زا بشه. یعنی اگر شما آزبست مثلا اینسولیشن سقفتون داره، اگر کاتش نکنید، راه نری روش، باشه باشه، مشکل نداره. آها. وقتی مشکل دار میشه که این تو معلق بشه تو هوا و شما تنفس کنید. این یه نکته. نکته بعدی، سن آزبست معمولا ما بهش اکتفا نمی کنیم، علیرغم اینکه آزبستای جدید روی منوالش مثلا شما میخونید نمیشه آزبست فری، روی اینسولیشن های جدید ببخشید نمیشه آزبست فری، ولی ما همیشه سمپل میگیریم میفرستیم آزمایشگاه که اونا تایید بکنن داره یا نداره. و در همه این حالات هم من باز توصیه میکنم که شما چون ماسک مناسب ممکن نداشته باشی و ممکن لباستون موتون آلوده بشه، چون پوشش مناسب نداریم، ما پوشش های یک مستقیم برای سخت سیلش میکنیم و میشوریمش، چون اینا نداریم. مثلا من توصیه میکنم که عزیزان وارد عتیق نشن، بزن یه متخصص بیاد. آها بله درسته، خیلی ممنون. بعد سوال دومم اینه که اگر یکی از اتاقها به طور قابل توجهی سرتر از بقیه اتاقها باشه، آیا این نتیجهش، یعنی نتیجه اینه که اون قسمت سقف مشکل داره که بالای اون اتاقه؟ نه لزوما، ممکنه پنجرهاش سیل نباشه، ممکنه که داکت حرارتی که اون تو اون اتاق هستش خوب نصب نشده باشه، گرفته باشه، ورودی هوای گرم مثلا به اون اتاق مشکل داشته باشه، میتونه خیلی عوامل باشه. بله سقف هم میتونه باشه، ولی نه الزاما. پس باید بررسی بشه که چرا اون اتاق سرتره. بعد سوال آخرم اینه که میشه لطف کنید یه حالا بال پارکی از هزینه اینسپکشن اتیک و هزینه اینسولیشن، یعنی به اصطلاح تعمیر اینسولیشن بهتر بگم اتیک، اگر لازم باشه این دوتا رو اگه لطف کنید هزینه بال پارکش رو بفرمایید، اینسپکشن و اینسولیشن. اینسولیشن رو نمیتونم بگم به خاطر اینکه بستگی داره که چقدر اینسولیشن و چه نوع اینسولیشنی میخواد. یه وقتی سقف شما آلموس اینسولیشنش خوبه، یه مقدار بعد آر ویوش بره بالا، اینسولیشن ارزون اومدیبو میخره، متخصص سالار پیمانکاری که گرفتیم نصب میکنه و تموم میشه. یه وقتی نه، کلا بعد اینسولیشن فیکس بشه، مثلا مثل این کیسی که سرکار خانم گفتن به آب اکسپوز شده، اینسولیشن اصلا باید کلا بیاد پایین، اینسولیشن نو بره، واسه همین اون خیلی متغیره. برای اینسپکشن سقف من توصیه‌ای که همیشه به دوستان میکنم، تو مرحله اول با ما تماس نگیرن که مهندسی هستیم و قیمت مهندسی رو چارج می‌کنیم، معمولا با اینسپکتورهای متخصص که مهندس نیستن ولی لایسنس اینسپکشن دارن با اونا تماس بگیرن. معمولا اینا هولوش $400-500 کم و زیاد شما رو چارج میکنن، ولی اگه فقط هم بگین سقف ممکن کمتر چارج کنن و برن اینا توی سقف یه ساعتی وقت بذارن خوب بگردن ایراداش کارو پیدا بکنن، اگر چیز مشکوکی ده اون موقع مهندس میاد و چک میکنه و اون موقع معمولا چکی که میاد میکنه اگر ریپورت نوشتاری نخواد کلاینت معمولا زیر $1,000، ولی اگر ریپورت نوشتاری بخواد خب طبیعتا نزدیک به تا $2,500 هم تغییر میکنه قیمتش. ولی اول برای اینکه هزینه هاتون سیو بشه میتونید از یه اینسپکتور تقاضا بکنید که اینا مهندس نیستن، بیان برن چیزای مشکوک رو ببینن. اون وقت اگه چیزای مشکوک دیدن معمولا اینسپکتورهایی که حرفه‌ای هستن کامنت نمیدن و برای اینکه لایبیلیتی نداشته باشن میگن انجینیر خبر کنید، بیا اون موقع انجینیر بیاد، مثل دکتر عمومی و دکتر متخصص. شما اولش نباید بریم پیش متخصص، اگر لازم بود باید بریم. پس بهتره اینجوری، من این توصیه رو به دوستان میکنم، یه اینسپکتور اول بگم بیاد بره اون تو وقت بذاره، فقط سرشو نکنه اون تو، خودشو مجهز کنه بره اون تو تمام المان ها رو چک بکنه، چک لیست سقف طولانی معمولا یک ساعت طولی وقت میگیره بکنه، اگه چه مشکوک دید ما رو خبر بکنه، اگر ندیدم که خب خدا رو شکر همینجا. شما خودتون اینسپکتوری که قابل اعتماد باشه و همینطور که فرمودید اینسپکت بکنه میتونید به ما معرفی کنید تو کامیونیتی ایرانی یا غیر ایرانی؟ من کامیونیتی ایرانی اینسپکتوری که فعلا مناسب باشه رو نه نمیتونم معرفی کنم، عزیزان هستن که فعالیت هم میکنم، من افتخار همکاری باهاشون لابد نداشتم و یا کارشون رو دیده بودم راضی نبودم، شاید کارهای خوبم کردن خبر نم. غیر ایرانی بله، یکی دو نفر هستن که من باهاشون معمولا کار میکنم میتونم معرفی کنم، و
ولی معمولا اینسپکتورها روش انتخابشون اینه که ریویوشون آنلاین بخونید و از ایجنت ها بپرسید. مثلا خانم اکبری ایشون هم ممکنه که اینسپکتورهایی دارن که راضی بودن ازش، چون ایجنت ها هر روز با این عزیزان کار میکنن، ما معمولا هر روز باهاشون کار نمیکنیم، بعضی وقتا کار میکنیم بعضی وقتا کار نمیکنیم، واسه همین ایجنت ها معمولا اینسپکتورهای خوب زیاد سراغ دارن چون باهاشون هر روزن کار میکنن. خانم اکبری شما نظری دارین؟ من دو سه نفر در واقع میشناسم، منتها همون که فرمودین شاید باید به صورت اسپسیفیکلی بخوام که ازشون که باید توی اتیک برن، چون معمولا توی اتیک نمیرن، تا نیمتنه من دیدم که میرن و فیلم میگیرن و اینها، ولی این که قشنگ لباس سر تا سری بپوشن و ماسک مخصوص هم میزنن، ولی این که شما فرمودین کاملا آمادگی رفتن توی اتیک رو داشته باشن، باید اسپسیفیکلی باشون صحبت بشه که ما برای این کار میخوایم، لزوما باید برید و وقت بیشتری برای در واقع مثلا اونا میان دو ساعت وقت میذارن، ولی خب شاید از این دو ساعت مثلا یه ربعش نهایتا 10 دقیقش مربوط به اتیک بشه. بله خیلی متشکرم خانم اکبری و آقای شاهرودی به خاطر یه ورکشاپ بسیار عالی دیگه، حالا بعدا انشاءالله مزاحمتون میشیم. خواهش می‌کنم. من این نکته یه خانم حسینی بگم، اگر انجینیر هم بعدا بنا به هر دلیلی یا به توصیه اینسپکتورتون یا تصمیم خودتون خواستید استخدام کنید، حتما مهندس قانونی باشه، مهندس عمران معمولی نباشه، کسی باشه که با آسیب های اتیک آشنا باشه، نه یه مهندس عمران معمولی که خب با آناتومی اتیک آشناست با سازه اتیک آشناست ولی علائم مخرب رو نمیدونه. مثلا کلا به دوستان همین توصیه میکنم برای اینکه تخریب ها آسیب ها رو میبینید پیدا کنید مهندس قانونی بگیرید. اگر یه دوستی دارید، برادری دارید که آرشیتکت یا مهندس عمرانه، اینا با آسیب‌ها آشنا نیستن و حتما مهندس قانونی باشه، فرنزیک باشه تا بتونه آسیب‌ها رو برای شما کاتگوریش رو بنویسه و حالا ریپیر یا ریهابیلیتیشن مناسب بهتون بگه، نه یه مهندس عمران معمولی. بله بله نکته خیلی خوبه، خیلی متشکرم. چشم حتما. خواهش می‌کنم. ممنونم. من یه سوال بپرسم آقای شاهرودی، لکه‌های زرد رنگی که وسط سقف با هم دیده میشه، این اتفاقی بود که برای چند تا از دوستان سال 2018 که زمستون خیلی سختی داشتیم اتفاق افتاد، اینها جزء آیستمینگ محسوب نمیشه؟ معمولا وسط سقف نه، چون همونجوری که گفتم آیستمینگ جایی اتفاق میفته دور گوشواره سقف اتفاق میفته که اختلاف دمای سرد و گرم داریم. وسط سقف اگه اتفاق افتاده چی میشه؟ مثل کسی که الان خانم صحبت کرده بودن، اونجا باید ببینی از کجا آب، قطعا آب از یه جایی لیک کرده، ولی از کجا لیک کرده باز باید رفت توی اتیک، اینسولیشن اونجا رو اول کنار زد، بعد مسیر آبو دنبال کرد، بالا سرش رو نگاه کرد ببینیم سوراخ جایی نداره، اگه نداشته باشه بعد دید از اطراف شیب بندی شده باشه، اومده باشه اون کف به هر دلیلی. آیستمینگ معمولا وسط اتفاق نمیفته، بعضی وقتا هم تو خود سقفه، مثلا اون سقف راه داره به پنجره، از پنجره لیک کرده آب اومده، من یه کیس داشتم از لوستر آب چکیده بود، از زنجیر لوستر، یعنی در واقع آب بنا به هر دلیل وارد سقف شده بود، از انولوپ اومده بود تو اون کیس ما بیرسته. از انولوپ اومده بود سقف، از لوستر، از سوراخ زنجیر لوستر راه فرار پیدا کرده بود و چکیده بود پایین. به آیستمینگ خیلی ربطی نداره، معمولا میتونه داشته باشه از اونجا بیاد تا اینجا، ولی اگر بیاد تو مسیرش هم علائم خودش رو نشون میده. بسیار عالی. خانم منیجه فرمودن که میشه اینسپکتور متخصص در زمینه اتیک رو معرفی بکنیم؟ ببینید بعضی کمپانی‌ها هستن آنلاین نگاه کنید اصلا تخصصشون اتیکه، اتیکس اینسپکشنه، و مثلا اگه شما حیوان تو اتیک داشته باشین میرن میگیرن، من مسئله‌ای که شما فرمودید آب زده باشه اتیک میرن فیکس میکنن، اینسولیشن داری مشکل گرما سرما توی اتیکتون دارین میرن فیکسش میکنن، اینا هستن کمپانی هستن که تخصص اتیک دارن. من توصیه میکنم با اونا هم تماس بگیرید، فقط به اینسپکتور بسنده نکنید. بعضی از این کمپانی ها خیلی خوبن چون فقط تخصصی اتیک میان چیز میکنن. اینسپکتورهای ساختمانی هم لایسنس دارن، به شرطی که همونجوری خانم مکفری گفتن کوردینیتشون کنید که فقط رو اتیک فوکس کنن، میتونن بهتون کمک بکنن. مهندسای قانونی هم هستن ولی خب مهندس قانونی مقداری اولش گرونه. میتونید شما به این شرکت هایی که تخصصشون اتیکه بگین بیان اینسپکشن رو اول بکنن، اگر دید مشکوک
ویدیو هم با مهندس بیاد که مثلا گزارش بدیم سوالا می‌خوایم بدیم بیمه بگیرید یا مالک قبلی و مثلا باهاش وارد دعوای حقوقی بشیم و گزارش مهندسی اون موقع می‌خوام. بسیار عالی، ممنون. سوال دیگه ای من نمیبینم توی قسمت چت. آقای وحید سوال دارن. آقای وحید لطفا صداتون رو باز کنیم. سلام، صدای من رو دارین؟ بله. متشکرم، عرض خسته نباشید. فقط این که بسیار استفاده کردیم از توضیحات دوستان. من یه سوال داشتم عرض به حضورتون که در رابطه با خونه خودمون، سقف خونه ما به طوری هستش که چون این خونه اکستنشن گرفته و قدری جلو آمده از سمت بکیارد، اون قسمت سقف اونجا شیب جای دیگر رو نداره، یعنی شیب خیلی ملایم تر هستش، حالا فلت روف نیستش ولی خب تقریبا به صفر نزدیک هستش شیبش و پوشش روش هم شینگل نیست و ممبرین هستش، این حالا احتمالا میدونن دیگه. بعد عرض به حضورتون که آب یه قدری مشکنی وقتی که برف در واقع شروع میکنه به آب شدن یه قدری سختی داره تا اینکه مثلا نسبت به سمت فرانت یارد که شما سقف مثلا با شیب بالاتر دارید اونجا در واقع آب امدار مشکل دارد که وارد مثلا نافدون بشه و از اونجا خارج بشه. و پارسال خب این خونه هم توی گزارشش چیزی به عنوان لیکیج و اینها نبوده بخاطر اینکه اون اکستنشن و اون سقف و توضیحات نبوده در گذشته. پارسال ما توی مارچ فکر میکنم که یه خورده هوا، حالا ما توی مونترال زندگی میکنیم، شروع میکنه مثلا به آفتابی شدن، هی اصطلاحاً دلتای تمپریچر بالایی داریم، مثلا یه موقعی یه دفعه خیلی خنک هوا، یه موقعی خیلی خوب بخاطر در آفتاب و برف هم سفید این تابش آفتاب رو جذب میکنه و شروع میکنه به آب شدن. وقتی که آمدیم متوجه شدیم که یه ماینر لیکیج خیلی کمی از سوی اون توی وسط خونه هستش. بعد دیگه حالا من تجربه هم نداشتم، کانترکتور اومد دید و یک عکسی بر من فرستاد که من اون موقع تازه فهمیدم که آیستم حالا، و اون گفتش که ایراد اینه و اونا برف رو پارو کردن و گفتن شما نزدیک 30-40 سانتی متر برف داشتین و همینطور که توضیح دادن سقف خونه ما جزء خونه هایی بود که تا آخرین روزها هی برف رو خودش نگه می داشت و این برف انباش شده بوده و حالا به یک لیکیجی منتهی شده بوده. حالا سوالم این هستش که حالا روی عکس خیلی بهتر میشه، یعنی ایلاستریشن بهتری داشت که متوجه شد که من چی میگم. حالا ما از اون موقع خیلی خب به این فکر کردم که خب اولا که یه دوستی تو خود یک روفر آمد و کارش رو چک کرد، گفت من هیچ ایرادی پیدا نمی کنم، روفر دیگه آمد اون هم مسئله پیدا نکرد و همگی به این نتیجه رسیدن که ما چون سیستم فرنس خونهمون اون ونت اکسترنالش روی سقف هستش و قدش خورده کوتاه بود، پارسال به تنها آیتمی که رسیدن قدمون روی خورده بردن بالاتر که اون هیتی که درست میکنه و برف رو آب میکنه بالاتر باشه و سریع به برف نزنه. بعد خود روفر گفتش که ما میتونید از این هیتینگ کیبل ها اینستال بکنید برای اینکه پریونت کنید در واقع آیسینگ رو. حالا سوالم چند تا چیز هستش، این که به شکل کلی اون هیتینگ کیبل ها رو توصیه میکنید یا نه، هرچند که من نصب نکردم چون که احساس کردم خودم قانع نشدم این با کاربردی که داره و اینکه کی میخواد نصب کنه و چون میگم باید اون هیتینگ کیبل مثلا روی ممبرین نصب بشه، حالا کسایی که انجام دادن میدونن یک قلابایی داره که روی شینگل شما میتونید اون هیتینگ کیبل رو وایسونید ولی روی ممبرین سخت‌تر هستش. ببخشید اگه طولانی شد، برای اینکه یه مقدار بعد توضیح یعنی بعد دیسکرایب بشه شرایط تا اینکه اون شخص بدون دیدن عکس بتونه مثلا با هم دیگه صحبت کنه. و اینکه حالا یکی اینکه همین هیتینگ کیبل ها رو بگین که چقدر افیشنت هستش یا نه، و اینکه وقتی که دو تا سقف به هم دیگه میرسن و یکیشون همینجوری حالت فلت پیدا میکنه
آیا میشه کاری براش کرد؟ حالا منوالی باید در واقع اون برف اون چیز بشه، چون بعدن من اون آر ولیو توی اتیک رو هم اوالویت کردیم، چون خونه نو هستش و همه چیزها خوب بود و در واقع ما هیت لاسی نداریم، چون قندیل من خیلی کم دیدم. ولی خب اینم یه قضیه بود که نمیشه گفت ریفرش بدی به موضوعات آیستن و نمیشه ریفرش داد به یه کتگوری دیگه. حالا یه چیز بینابینیه و اینکه فقط خودم صحبتمو تموم میکنم، فقط اون ونت فرنسی که هستش، حالا درست پارسال قدش رو بردن بالاتر، ولی همچنان که الان از تو کوچه نگاه میکنم اون وقتی که فرنس آن میشه اون خوب بخار میکنه و قشنگ داره. خب فرنس هم قدیمی هستش متاسفانه و خب من میدونم که هیت لاس بالایی داره. میخوام بگم که اگر که اون لوله ورداشته بشه و اون فرنس به فرنس های جدیدتر که دیگه هیچ چیزی رو سقف ندارن و در واقع یک لوله خیلی باریک دارن برای درینشون، این فرنس اگر که از این حالت امروزیش به یک حالت جدیدتر که افیشنسی بالاتری دارن تبدیل بشه و اون موضوعات اون ونت بالای روف جمع بشه، آیا فکر می‌کنید که کمک کننده باشه یا نه؟ ببخشید طول نشد. خدمت شما عرض کنم که من خیلی قانع نشدم که اون ونت عامل این مسئله هستش. علت اینم به این دلیله که توی بهار شما خیلی بارندگی دارید، توی پاییز خیلی بارندگی دارید و از این میزانی که این برفی که این ونت دور خودش حالا آب میکنه خیلی بیشتره و اون موقع شما خیلی بارندگی داشته باشید. من خیلی قانع نیستم که اون ونت در واقع دور خودش و برفش رو آب کرده و اون آب لیک داره میکنه، چون میگم توی فصلهای دیگه ما خیلی آب بیشتر از این داریم و چرا اون موقع بس این مسئله نشده. من به این بالا خیلی قانع نیستم. این فرنس های قدیمی که هیت لاس دارن، هیت لاسشون دور خودشونه، توی خونه هیت لاس ممکنه بکنن، توی ونت هم میکنن، ولی یعنی توی فرنس روم هیت لاس میکنن، توی ونت هم ممکنه گیم اقدایی بکنن، ولی این به این معنی که اصلا لاسشون از اون ونت یه حجم زیادی داره گرما میاد بیرون و اگه ما فرنس رو عوض کنیم، البته اگه از اینه که ونت فری هستن استفاده کنیم، خب طبیعتاً هیچ گرمایی نمیاد بیرون. این حرف شما رو من قبول دارم اون منظر، ولی من کماکان قانع نشدم که اون ونته که عامل ورود این آبه. من معتقدم که باید عامل ورود آب رو پیدا کرد، شیب سقف رو بایستی دیدش، ببینیم چجوری از کجا داره درین میکنه این سقف خودشو، و همونطور شما اشاره کردید اتصال سقف اکستنشن به اصلی، این دیتیلینگ ایزولاسیون این سقف خیلی مهمه. اونجا خیلی وقت من تو کیس داشتم که لیک از اونجا میکنه و بعد آب از اونجا میاد تحت شیب خودسقف میاد و میرسه به یه جایی و میاد پایین، ولی از اون سر اتفاق افتاد، از محل اتصال نمیدونم این باشه یا نه، ولی سونداج باید کردین و این در واقع یه خورده تخریبیه، یه باید تخریب بشه سقف رو پیدا کرد. من به ونت قانع نشدم، البته خب من ندیدم کیسو و با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید دارم نظرمو میدم، مطمئن نیست. در مورد هیتینگ کیبلی که فرمودن، آها بله هیتینگ کیبل، ببخشید فراموش کردم. من والا هیتینگ کیبل تا حالا طراحی نکردم و روی سقف‌های شینگل همونجوری که شما گفتین اتصالاتی دارن که راحت نصب میشه، ولی روی سقف‌های ممبرین من تا حالا ندیدم اصلا نصبشو و مطمئن نیستم نتیجه خوبی بده، ولی مطمئنم پیمانکارهایی هستن که میتونن این کارو بکنن. من تا حالا با این کیس مواجه نشدم، سقف‌های فلت یا تقریبا فلت، ولی اینکه شما بیاین آب بکنید سری برف رو، من کانسپتشو میخوام متوجه بشم چه کمکی ما میتونه بکنه. خب این حالا سری آب بشه یا اگه مثلا ما لیکیج سری آب بشه، خب بالاخره آب کردین، آب نفوذ میکنه، مشکل ما رو حل نمیکنه. مشکل ما اینه که آب داره وارد زیر در واقع اکستنشن ما میشه توی اون فضای اونجا، حالا آبش بکنیم، آرومتر آب بکنیم یا سریعتر آب بکنیم، بالاخره داره وارد میشه. هیتینگ کیبل به ما اینجا توی این فقره من نمیدونم چه کمکی میتونه بکنه. ببخشید صدای من هستش، میتونم دوباره یه چیزی اضافه بکنم؟ من فقط دو تا یعنی یه موضوع رو بگم، چون که ناشی از بد توضیح دادن منه. من هم با شما موافقم که من منظورم از اون ونت فرنس قدیمی که داره کار میکنه، چون ویسینیتی خودش رو داره، یعنی وقتی شما کل وقتی از کوچه وای میسید و در واقع همه سقف رو تماشا میکنید، چون من بالا هم رفتم توی نوام
اوایل دسامبر که یه برف خیلی در حد مثلا 3 سانتی متری زد، همه جای سقف برف داشت الا ویسینیتی که اون بخار که خارج میشه از ونت فرنس نداشت اونجا. یعنی مثلا یک رده که چجور بگم، یک نوار مثلا به عرض 1 متری که این لوله درش هستش، اونجا برف نبود و این مشخص بود که خب چجوری میشه که همه سقف برف داره ولی یک نوار 1 متری که درست ونت فرنس اون وسط هستش اونجا برف نداره. یه موقع هست مثلا مثل همون ونت هایی که گفتیم که معمولا باید یه مقدار دورش خشک باشه، یه موقع صحبت از یه مقداره، یه موقع صحبت از یک مستطیل مثلا به مساحت چند متریه که خب این مشخصه که اون بخاره که داره میاد، اون هوای گرمی که داره میاد بیرون، اون برفو داره آب میکنه. من منظورم این بود که اگر این فرنس عوض بشه و ما لزومن دیگه اگزاستی نداشته باشیم اونجا، طبیعتا اون نواره و اون مستطیل خشک از برف رو هم نداریم. حالا حق شما، بله اون از اونجا آب نمیاد، نه خیر اون به این شکل نیستش. من میگم که اون آبی که این یه سکونس دیگه، یک داستانه. اول اون اگزاست برف رو آب میکنه، آبی که حالا درست شده بالاخره از یک جایی باید بیاد بره بیرون. بعد وقتی که آب میشه، اون آب شدنش وقتی که حالا میخواد بیاد به تازه یه خوردم پتانسیال بالاتر میگیره، چون میاد میرسه به فلت روف و یه روفی که خیلی شیبش کمه و حالا اونجا احتمالا شاید یه آیستمی اون لبه هاش توی همون گوشواره ها اتفاق میفته. و من مشکل رو اینجا میدونم که یعنی ما در واقع اگر که بیایم یعنی که اون اگزاست داره آب درست میکنه، داره برف رو آب میکنه و اون برف توی تمپریچر هایی که خیلی با هم دیگه متفاوت هستن هی یخ میزنه هی آب میشه، یخ میزنه آب میشه، اینجا کبکی ها جلد جلد بهش میگن. و وقتی این اتفاق میفته این یعنی این نتیجهش میشه همون لیکی که ما داریم. اگر من منظورم خود اون آبی که برفی که درست میشه نبودم، منظورم یخ زدگی اون آبیه که درست شده و حالا راه خودش رو پیدا نکرده، چون اون ناودونها رو هم که وقتی من نگاه میکنم قشنگ یخ زدن، یعنی خب مثلا اون لبه ها اون گوشواره ها بالاخره این آب بعد یک جوری بره اگر که این. و اون دوستمون که میگفت فیتینگ کیبل که حالا بحث دوم شماست که گفتین خود دوباره قانع نشدین، که باز من بهتر توضیح بدم، این فیتینگ کیبل شاید فقط کمک بکنه که ما یخ نداشته باشیم. یعنی اصلا کلا دعوا سر یخه، دعوا زیاد سر آب نیست. و در مورد اون ونته فقط بگم که من نبودنش به هم این کمک رو میکنه که خب دیگه هیچ چیزی آب نمیشه که آب حالا یخ دوباره بشه و هیتینگ کیبل هم در واقع یخ رو میاد میشونه و آب شاید برای شو این سقف که مثلا سوراخی چیز نداره. اگر مثلا میخواست ما یک بار وانس ایر مثلا توی ماه مارس گذشته دیدیمش، دیگه تو اون همه بارونی که از اون موقع اومده هیچ لیکی ندیدیم، حالا تا دوباره مثلا امسال بعد منتظر باشیم. البته میگم قد اون ونته امسال مثلا یه 50 سانتی بهش اضافه شده، حالا اونم یه داستانی داره که خیلی نمیتونم اونو ببرن بالاتر، اونم خودش مهندسی داره. من فقط خواستم این دوتا موضوع رو دوباره اضافه بکنم که یه خورده تصویر بهتری به شما داده باشم. بله، این که شما فرمودید من متوجه شدم. شما در واقع تئوریتون اینه که میگین که به واسطه حالا یه عامل گرمایی که مثلا ونته اونجا به صورت لوکالایز برف آب میشه و وقتی از اون منطقه دور میشه به واسطه شیب سقف دوباره یخ میزنه. منطقیه، این که شما میگین تئوری منطقیه، ولی کماکان اگر این اتفاق بیفته باز نباید سقف شما لیک بکنه و آب بده، چون این اتفاق تو خیلی خونه‌های دیگه هم میفته که ونت دارن. همه ونت ها به شکلی دور خودشون گرما ایجاد میکنن کم یا زیاد و یه مقدار برف خودشون رو آب میکنن، این میاد پایین‌تر یخ میزنه، ولی اینقدر نیستش که این بعد بیا لیک بکنه. این علتی که لیک میکنه یه مشکل تو سقف ما هست. من فکر نمیکنم باز ونت ها، حالا شما الان تغییر دادید توی ونت، قطعا میزان یخ زدنتون کمتر میشه چون میزان آب شدگی دست بالا دستی ما کمتر شده، این هستی. ولی این لیکیج شما رو نمیدونم بتونه فیکس بکنه یا نه. راجب کیبل دوباره همین تئوری رو داره در واقع ساپورت میکنه. من میفهمم تئوری شما رو، ممکنه هستش که این آیدیا به شما کسی بیاد بگه، ولی لیکیج سقف رو ما باز باید فیکسش کنیم. ما داریم الان در واقع عامل نفوذ رو میخوایم یه جوری حلش کنیم، ولی سقف اگر لیکیج داره ما باید اینو پیدا کنیم. حالا ممبرین داره
لیک میکنه یا از یه جایی از زیر ممبرین بالاخره آب وارد داره میشه دیگه، اونو ما باید فیکسش بکنیم. حالا آبو هر جوری میخوایم کنترلش بکنیم، ولی اینو باید ما حتما فیکسش بکنیم. بازم تشکر میکنم. بله، و فقط حالا من خیلی هم قصد ندارم که طولانی بشه، ولی تا همینجاش هم خیلی عالی بوده. فقط این که میگم مثلا خب مثلا این که میگین این لیک این در واقع این ایشو رو حلش بکنیم توی فصلایی که در کانادا خب مثلا خیلی بارون داریم، مثلا مدام میشه اون تیم مثلا 48 ساعت بارون میاد 24 ساعت بارون میاد، ولی خب ما هیچ آبی مثلا یعنی یک بار کلا این اتفاق افتاده توی ماه مارش بوده، خب که مثلا بعد که اون آقا آمد رفت روی روف برف رو روبید، مثلا گفت شما نزدیک به 40 سانت برف داشتید و نزدیک به 10-20 سانت هم یخ داشتید، و این یخ من میدونم که اونجاییه که این سقف‌ها از اون آبایی روی سقف پرشیب داره میرسه به آب به سقف کمشیب، و اونجا یک آیسی توی اون به قول معروف محل رسیدن این دوتا اتفاق میفته و این مسئله به وجود میاد. فقط این که مثلا شما میگین که باید اون موضوع لیک حل بشه که حالا توی سقف، من اینو میفهممش، ولی مثلا من میگم این چطور این یه جورایی ارتباط با آیس داره، چون ارتباط با نمیدونم مثلا چی توضیح بدم با سوراخ شدن نداره، برای اینکه اگر میخواست اینطور باشه وقتایی هم که بارون میومد شما مثلا باید یک رد پایی از این لیکیج یا این نفوذ آب رو میتونستید ببینید. بله، میتونه عامل ایجاد شدنش آیس باشه. بالاخره فرایند یخ زدن فرایند منبسط شونده ممکنه که این ایجاد سوراخی چیزی کرده، ولی یادون باشه بالاخره باید یه منفذی آب وارد شده باشه دیگه. اگر حالا یخ زده و بعد این سوراخ ایجاد شده، خب بها ایجاد شده، بها کماکان باید لیکیج پیدا بشه و سقف سیل بشه، بعد حالا جو از آیس تشکیل آیس های بعدی جلوگیری بشه. بی نهایت از جناب علی متشکرم. ممنونم. فکر نمی کنم سوال دیگه ای باشه. خیلی از توضیحاتتون استفاده کردیم. واقعا عالی بود. خواهش میکنم. خواهش می‌کنم. منم باید تشکر کنم. ممنون از شما آقای شاهرودی، ممنون از خانم اکبری، مرسی برای این دوره جلسات بسیار خوبی که در خدمتتون بودیم، وقت گذاشتین. امیدوارم که حالا قبل از جلسه صحبتش بود، ما تو هر فصلی یه سری مشکلات خاص این شهر رو داریم، حالا باید بریم برنامه‌ریزی کنیم برای مشکلات فصل بهار و تابستان. یه سری هم دوباره احتمالاً سمینار خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم برای اون تاریخ. خیلی متشکرم. منم تشکر میکنم از پند، کاوه عزیز و همکارانشون که این شرایط رو فراهم کردن. یه سوال دیگه فکر کنم اومد. نه، پرسیده بودن جلسه بعدی موضوعش چیه که الان نمیتونیم بگیم، فعلا باید بررسی کنیم. آقای کاوه و پند اترسن. بله حتما. ممنون. مرسی. موفق باشین. ممنون. روز همگی بخیر. ممنون. روز همگی بخیر. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خدا.